داستان غمناک این خانه و خانواده یک بار دیگر در رسانه های جهان بالا گرفتند. خانواده ای که ده عضو خود را در یک حمله هوایی نظامیان امریکایی از دست داد. ده نفر به شمول برادر کلانم. سه تا اولاد این برادر کلانم بود. یک تا خورزاده کم بود که میمان بود پیش ما. دیگه سه تا تفلکای خودم. یک دانه برادر زادهیم دیگه از دیگه بیادارم دخترک بود. یک دانه نواسه بود. هدف اصلی حمله موتری بود که به اساس اطلاعات استخباراتی آمریکا توسط گروه داعش بمگذاری شده بود و قصد حمله مرگباری را داشت. اما نزدیک به 20 روز بعد وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلان کرد که اطلاعات استخباراتی نادرست بوده و در این حمله حداقل ده غیر نظامی به شمول هفت کودک کشته شدند. تأثیرات عمیق خود را به خانواده ها و دوستان کسانی که کشته شدن ابراز می دارم. این حمله به هدف از بین بردن تهدید آنی انجام شد که به با باور ما متوجه نیروهای ما و کسانی بود که از میدان هوایی بیرون می شدن. اما یک اشتباه بود. من صادقانه از این بابت مذرت می خواهم. به حیث فرمانده جنگ من کاملا مسئول این حمله و پیامد تراشیدیان هستم. سازمان عفو بین الملل پذیرش این اشتباه توسط نظامیان امریکایی را ستایش کرده اما گفته است که مسئولان این حمله هوایی باید عادلانه محاکمه شوند سازمان عفو بین الملل گفته است که به خانواده قربانیان باید غرامت پرداخته شود پنتاگون نیز گفته که درباره پرداخت غرامت به بازمانده های قربانیان غور میکند این حمله در 29 ماه آگست در 3 کیلومتری میدان هوایی کابل رخ داد در آن روزها طالبان تازه بر کابل حاکم شده بودند و میدان هوایی شاهد ازدهام بیسابقه هزاران تن بود که میخواستند به بیرون از کشور بروند سه روز پیش از این حمله هوایی بیش از 170 غیر نظامی و 13 سرباز آمریکایی در نتیجه انفجار یک موتر کشته شده بودند و احتمال حمله مشابه دیگر نیز وجود داشت مسئولیت این انفجار موتر در بیرون میدان هوایی کابل را داعش پذیرفت